آنچه باشد رهنما، چون بیاید شد زیا اندر زیا، چون بگوید شد زیا اندر زیا. این و دنبالش البته ابیات سیادیست. میدونید این ابیات توی داستانیست که اون داستان کشته ببخشید قصه عمرو بن عبدود است و اینکه او بر زمین افتاد و علی شمشیر رو گرفت که بره و او رو بکشه و او آب دهان به روی علی انداخت و ایشان هم برخواست از کشتن او صرف نظر کرد و او پرسید که چرا صرف نظر کردی؟ گفت برای اینکه من اگر اون کار رو میکردم کشتن تو برای رضای خدا به طور خالص نبود، من از روی خشم تو رو کشته بودم و این خشم من، گفت خشم جنبید و تبه شد خوی من. و بعد مولانا میگوید که همین حلم او، نمیگه که قصه به قتل منتهی شد، میگه حلم او باعث شد که او ایمان بیاره و مسلمان بشه. و در پایان قصه میگه تیغ حلم از تیغ آهن تیزتر، بل ز صد لشکر ظفر انگیزتر. در اینجا هست که میگه که از تو بر من تافت چون داری نام. البته مولوی به نظر من نهج البلاغه رو میخونه و من نمونه ها و شواهد فراوان دارم که نکته های زیادی را از اینجا برداشته و استفاده کرده و در ابیات خودش آورده و تحلیل کرده به این معانیست که خب سهره میجسته و به تعبیر خودش روح خودش رو مثل آینه در مقابل او قرار میداده تا از او بر مولانا بتابد. خب التماس دعا داریم از روزداران و همه رو دعا بفرمایید و امیدوارم که مجدداً امروزتون که به نیکی و همه روزهاتون و عید هم انشاءالله عید حقیقی باشه برای همه، تا ببینیم که خداوند کی مقدر کرده است که ما دوباره یکدیگر رو ببینیم و چنین اجتماعات میمونی رو داشته باشیم. همه رو به خدا می‌سپارم.